امروز جمعه 22 اردیبهشت تظاهرات گسترده مردم دلیر زاهدان با وجود تشدید اعدام‌های جنایتکارانه توسط خامنه‌ای با شعارهای میکشم میکشم آن که برادرم کش و مرگ بر خامنه‌ای و قسم به خون یاران ایستادیم تا پایان و شعارهای ضد حکومتی دیگر ادامه پیدا کرد. تصاویری از تظاهرات مردم دلیر بلوچ در زاهدان رو با هم می‌بینیم. جمعه 22 اردیبهشت زاهدان. خامنه ای هیا کن، مملکت را رها کن. خامنه ای هیا کن، مملکت را رها کن. برادرم کش، میکشم میکشم آن که برادرم کش، میکشم میکشم آن که برادرم کش. مردم تهران به خیابان بیا. مرگ بر جمهوری اعدامی. زبین اطلاعات زبان خب چرا اعدام‌های جنایتکارانه جوانان بلوچ نتونست مانع استمرار تظاهرات مردم دلیر این خطه از کشورمون در روزهای جمعه بشه؟ در این رابطه همراه هستیم با آقای رضا شمیرانی. سلام می‌کنم خدمتتون آقای شمیرانی، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین. به عنوان سوال اول اگه میشه از آخرین تحولات امروز بلوچستان برامون بگین. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگانتون و خصوصا هموطنان بلوچمون در استان سیستان و بلوچستان. بله، همونطوری که هفته قبل هم شاهدش بودیم، دوباره این جمعه اعتراضی این هفته به روال معمول مانند دفعات قبل مردم به خیابان‌ها ریختن و علارغم تمامی توطئه‌هایی که میشد از طرف خود رژیم و یا باقی مانده های شاه و سلطنت و ساواک که سپاه رو خوب جلوه بدن، امروز مردم تو خیابون ریختن و شعار بسیج سپاهی داعش ما سر دادن و شاهد این بودیم که مردم در واقع اون شعار سرخم قدقم رو خیلی خوب دارن اجرا میکنن، به صحنه عمل آوردن و سوگند خوردن که در مقابل رژیم سرخم قدقم و سرخم فرود نیارن. بله، خب تو اخباری که شما خودتون نشون دادید نیاز به توضیح نیست، شعارها و تظاهر گسترده مردم کاملا مشهوده، اما من توی اخبار و گزارشاتی که از سیستان بلوچستان داشتم من چند تا نکته مهم فکر کردم که خوبه که با هم بینندگان شما در میان بگذارم. سفر دو مزدور، دو تا از عناصر مزدور که در واقع سرکردگان جنایتی که تو 8 مهر اتفاق افتاد و تمامی اعدام‌هایی که تو اون منطقه صورت گرفت، دو نفر به عنوان فردی به اسم سلامی از سرکرده‌های سپاه و آخوندی به اسم پورخاقان رئیس سازمان قضایی رژیم، نیروهای مسلح که اینها در واقع توی جمعه اونجا رفتن و یک صحبتی رو مطرح کردن که من الان در واقع برای شما میگم. اگه خاطرتون باشه اون جمعه خونین 8 مه در واقع اون عامل و یکی از دستاندرکاران اصلی اون قتل عام و جنایت خود همین سلامی موضوع بود که بعد هم تو صحبتاش میگفتش که ما کوتاه نمیاییم. ولی بعد از مقاومت ها و استدیگه که مردم از خودشون نشون دادن در مقابل تمامی ترفندهای جنایتکارانه رژیم مبنی بر اعدام، سرکوب و شکنجه و خراب کردن خونه‌ها بر سر مردم و تمامی اون چیزایی که ما می‌شناسیم و شما می‌دونید، امروز می‌بینیم شاهد موزیگیری جدید هستیم از طرف حالا سلامی، در واقع طرف خود خامنه‌ای موضوع، تو اینها بدون اجازه اون آب هم نمی‌خورن.
به خاطر اهمیت موضوع من خود مطلب رو نوشتم، میخونم که چیزی کم و کس نشه. این رفته توی سیستان برچستان روز جمعه، سلامی گفتی که سپاه مردم رو همواره بر خود ترجیح میدهند، امنیت مردم را بر امنیت خود ترجیح میدهد، سلامت مردم را بر سلامت خود، رفاه مردم را بر رفاه خود، آسایش مردم را بر آسایش خود ترجیح میدهد. در واقع این همون کسی بود که 8 مهر اون جنایت را آفرید به کمک همین سپاه پاسداران و نیروی قدس، و بعدش هم میگفتن که اینها کی هستن؟ اشرار هستن، اینها خرابکار هستن، اینها قاچاقچی هستن و اینها مزدور هستن. حالا اینا شدن مردم، و اینکه امنیت اینها بر امنیت سپاه چیه ترجیح داده میشه. یعنی ببینید از موضع خفت و خاری که ما در این صحبت و این آدم داریم مشاهده میکنیم، هرچی بگیم کم گفتیم. نفر دوقلی اون مزدوری که توی قوه قضاییه هستشون، اگر یادتون باشه هفته پیش که ما صحبت کردیم گفتیم اعدامی که توی 2 هفته پیش اتفاق افتاد، خانواده های اینها گفته بودن که این اعدام ها مراحل قانونی خودش رو طی نکرده بود، و ما گفته بودیم که پروسه قانونی طی نشده و اونها قوه قضاییه بدون در نظر گرفتن طی شدن پروسه قانونی این اعدام ها رو اجرا کرد. حالا ببینیم که آخوند مزدور پورخاقان رئیس سازمان قضایی نیروی مسلح چی گفته. در واقع از هدف سفر خودش به اونجا گفته که رسیدگی به پرونده واقعی تلخ 8 مهر عنوان کرده، گفته با تأکید مقام معظم رهبری خامنه‌ای مزدور در جا بر رسیدگی و برخورد قاطع با خاطیان و مجرمان پرونده حادثه 8 مهر اما و احقاق حق کسانی که، یعنی همون اشرار و ستمگران و قاچاقچیان که با آنها ظلم شده. یادمون نده که زلیخای 88 ساله بود، نسیم 8 ساله بود، پسر بچه 16 ساله بود که اینا همه اون قضایی 8 مهر و اون جنایتی که اتفاق افتاد همه به شهادت رسیدن. یعنی این آخوند مزدور در واقع رفته اونجا میگه که ما بررسی کردیم، پرونده تشکیل دادیم و 26 نفر کسانی که دستن در کار این واقعی ترخی که توی اون منطقه 8 مهر اتفاق افتاده اینها دستگیر شدن و ما داریم پرونده اینها رو بررسی میکنیم و اینها رو به خاطر کاری که کردیم مجازات میکنیم. یعنی اگر شما اخباری که از 8 مهر 1402 تا به امروز از درون خود رژیم در اومده کنار هم دیگه بگذارین، خب اون صحبت قبل رو باور کنیم، یا یعنی اینکه مردم 26 نفر خلافکار، یعنی هر آدم عاقلی به قول معروف میگم مرغ پخته خندش میگه، چطور یک چرخش 180 درجه ای کرده در خفت و خاری اومده چیکار بکنه به نوعی بتونه مردم رو آروم کنه. ولی ما امروز دیدیم علارغم این ترفند آخوند صفتانه، این ترفند دجالگرایان جدید که رژیم خیلی بلد کلمه لاغ بزنه، خمینی توی اون قضایه عملیات فرور جاویدان کلمه لاغ زد، زهر جام زهر خورد توی 67 همینطور و الان هم همینطور، یعنی پشت سر هم دیگه اومده کلمه لب داره میزنه که ما اومدیم به حق و حقوق خاصه مردم برسیم، اونایی که کشته شدن 26 نفر دستگیر کردیم. این یه خلاصه از این، من در واقع این دوتا رو خواستم بهتون بگم که مصادف هست با امروز در کنار همون اخباری که حالا خودتون هم پخش کردید. این یه شرایط امروز ما هستش که در واقع شاهدش بودیم. ولی یه خبری هم به دست من رسیده همین الان که امروز جمعه حماد ریگی کوته یا کوته قلندرزهی، نوجوان 16 ساله و فرزند مولانا محمد عثمان امام جمعه مسجد الخلیل خاش، توسط سرنشینان یک خودرو با شلیک گلوله کشته شد. مولوی عثمان در اعتراضات اخیر با خطبه‌های انتقادی خودش یکی از منتقدان جدی رژیم بوده و همواره صدای معترضان و خواسته‌هاشون رو از تریبون مسجد الخلیل فریاد زده. تصویری از مراسم تشییع این جوانم به دست مرسیده که از اتاق فرمان میخوام اونو پخش کنه برام. خب آقای شمیرانی، آخرین گزارشات از افزایش اعدام ها چیه؟ اگه بخوایم خیلی خلاصه بگیم، برای رژیم
چرا اعدام‌ها رو افزایش داده؟ خب ببینید، همونطوری که خوب خودتونم گفتید، به خاطر اینکه مردم کوتاه نیومدن و در مقابل رژیم ایستادگی کردن و رژیم تنها راهی که بتونه مردم آروم بکنه و کوتاه بیان مردم از مواضع خودشون اعدامه. توی اخباری که من نگاه می‌کردم، در واقع چه در مجامع ایرانی، مجامع حقوق بشری ایرانی، چه مجامع حقوق بشری خارجی و چه مطبوعات خارجی و حتی در رأس دولت‌های رسمی ما شاهد موضع‌گیری گسترده بودیم. یعنی متاسفانه اخبار انقدر تلخ و دردناک هستش که وقتی که ما روزنامه‌ها رو نگاه می‌کنیم، رژیم بی‌دنده و ترمز به سمت اعدام فرو رفته. یعنی علی‌رغم اینکه این سلامی اومده این صحبت‌ها رو می‌کنه، ولی می‌بینیم که هر روز شاهد اعدام 67 نفر در عرض دو هفته، اعدام 7 نفر در روز یک هفته. حالا جدا از اعدام‌های رسمی، کسانی که تو خیابون به رگبار می‌بندن، مثل همین مورد که الان خود شما گفتید، در واقع شاهد گسترده، ما اخبار گسترده از اعدام‌ها داریم و این اعدام‌ها در واقع تنها حربه رژیم. ببینید تو همین صحبتی که سلامی کرده رفته اونجا گفته اومده از مردم دلجویی بکنه، ببینید دجال بازی رو اینجا نگاه کنید، در واقع رفته اونجا یک پایگاهی ایجاد بکنه برای فعالیت بهبادی، در واقع وسیله ابزاری برای سرکوب مردم. یعنی رژیم فقط راهش، تنها راهی که جلو پاش وجود داره برای اینکه بتونه مسئله حل کنه، این دو راه هست، یا حل کنه یا اینکه سرکوب کنه. خب رژیم نه در توانشه، نه در ماهیتشه و نه میخواد و سرکوب بکنه و سرکوب به اعدام بکنه. تنها وسیله و ابزاری که در دست رژیم هستش و میتونه به جای خودش حتی براش کارساز باشه که بتونه چند سباهی مدنی رو سکوت کنه و به عقب بندازه. ولی دلیل دیگه نمیتونه داشته باشه. چون کسی که داره اعدام میکنه قطعا به هر عنوان و به هر بهانه‌ای، حتی اگر درست باشه، ریشه های اجتماعیش رو خود رژیم باعث شده. ولی تنها ابزاری است که در واقع جوهر خفقان ایجاد بکنه و جو رعب و وحشت تو جامعه ایجاد بکنه و تنها کاری که میتونه بکنه. و متاسفانه ما میبینیم که از ناب خارجی خودش، خارجی نشین خودش، در قالب سلطنت طلب، چه در قالب اون ریزشی های اصلاح طلب، متاسفانه میبینیم که قارچگونه سر برآوردن. بهار انقلاب وقتی که ایجاد شد، مثل قارچ سر درآوردن و با حرکت های و مذبوحانه ای که میکنن دست رژیم رو باز گذاشتن. یعنی وقتی که طرف میاد، بچه شاه میاد سپاه پاسداران رو در واقع حمایت میکنه، سپاه این جرأت این رو پیدا میکنه که بتونه چیکار بکنه، اعدام بکنه، بتونه به سمت مردم تیراندازی بکنه. و متاسفانه مردم دارن بها میدن و این چیزی که خیلی تلخ دیدنش، ولی واقعیت چیزی که وجود داره. بله متاسفانه. خب به عنوان سوال آخر، آقای شمیرانی، در یکی از پلاکارت‌های امروز در تظاهرات زاهدان نوشته شده بود: چند روزی به احترام ماه رمضان سکوت کردیم، همه را اعدام کردند، بنابراین سکوت حرام است، حتی در ماه‌های حرام. به نظر شما برای متوقف کردن این اعدام‌ها چه باید کرد؟ ببینید، برای متوقف کردن اعدام‌ها فقط یک راه وجود داره، اونم استادگی و مقابله در مقابل رژیم. این کاری که حالا به طور خاص من تاکید می‌کنم، مرحله اول کاری که خانم شورشی دارن می‌کنن. یک زمانی اگر یادتون باشه خیلی هیاهو بود و خیلی‌ها به خیابون می‌اومدن، ولی متاسفانه به خاطر همین اعدام‌ها و جنایتی که صورت گرفت و به خاطر هم اعضای مماشات و وابستگان رژیم تو خارج کشور که تبلیغ کردند که بایستی خشونت پرهیز بکنیم، خیلی کنار نشستن. خیلی شاید ترس، نمیدونم، شاید ترسیده باشن، ولی تنها راهی که جلوپای مردم هستش برای اینکه بتونن رژیم رو کنار بگذارن، ایستادگیه. اون چیزی که امروز کانال‌های شورشی داره میکنه، یعنی از ابتدا به تشکیلش که ارتش آزادی بخش بود و به شکل الان هزار اشرف و بعد اون چیزی که در کانون‌های شورشی که در تهران و تمام نقاط ایران داریم می‌بینیم، امان رژیم رو بریده. یعنی هر روز ما می‌بینیم به یکی از مراکز اصلی رژیم اینا دارن حمله می‌کنن، در واقع ترس رو دارن حبه می‌برن، دارن فضای سکوت رو می‌شکنن. من مورد تاریخیش رو بگم، 5 مهر، حتی من خودم اون زمان توی زندان بودم، 5 مهر وقتی که یک تعدادی از میلیشیا رفتن توی خیابون و شعار مرگ بر خمینی، شاه سلطان ولایت، مرگت فرا رسیده، اینا آدمای آگاهی بودن، میدونستن که همه اونها در همون ساعت، در همون لحظه و در همون محل به شهادت خواهند رسید.
ولی با این کار فضای جامعه رو شکوندن که مردم جرأت داشته باشن که بتونن صحبت کنن. و کاری که امروز کانال شورشی دارن میکنن در واقع شکستن فضاست. شعارهای شبانه که مردم دارن میدن در واقع شکستن فضاست. حرکت اعتراضی که میکنن خانواده های شهدا وقتی که میرن در مزار آرامگاه شهدا و بر علیه رژیم صحبت میکنن، علیه رژیم دارن شعار میدن. یعنی هر حرکتی، هر صحبتی، هر لعنتی، هر نفرینی، هر آهی از طرف مردم که این فضا برافراشته بشه، ترس مردم ریخته بشه و مردم مطمئن بشن. یعنی ببینید سیستان و بلوچستان نمونه زنده ما هستش. علارغم تمام کشتارا مردم استادگی کردن و رژیم عقب نشست و الان هم همینطوره. الان برای اینکه مردم بتونن در مقابل اعدام‌ها بایستن باید نترسن، کوتاه نیان و حرکت‌های خودشون در اگر میخوان اعدام متوقف بشه، اگر میخوان اعدام کم بشه، بایستی برپا خیزن، بایستی بلند شن، بایستی به حرکت اعتراضی خودشون ادامه بدن. من در اینجا دلم نمیاد که یک پیامی رو نکته رو اضافه کنم. پیامی از مادر رضایی شهید، عزیز رضایی، مادری که هم داغ دیده از طرف رژیم شاه و هم از طرف رژیم خمینی، فردی بوده که سالها زندان بوده، شکنجه شده و 8 نفر، بیشتر 8 نفر اعضای خانوادهش رو چه در زمان شاه خائن و چه در زمان خمینی دجال از دست داده. پیامی رو دادن که من این پیام رو میخونم، در واقع به نوعی پاسخی هم هست به سوال شما و به خانواده های مردم، خانواده های شهدا و دادخواهان. عزیز گفتن که در واقع پیامی است برای مردم در پاسخ به سوالی که شما دادید. به نوعی خامنه ای جنایتکار، اگر در این چند روز 67 تن عزیزان ما را حلق‌آویز کردی، شک نکن که به زودی از فوران خشم خلق گریزی نخواهی داشت. حسابرسی از تو و سردمدارانت بسیار نزدیک است. درود بر خانواده دادخواه که جلوی زندان‌ها اعتراض کردند. پیام اینه که مردم باید اعتراض کنند، در هر کجا که هستن اعتراض بکنند و اینجوری هستش که رژیم عقب میشه و تنها راهی که میشه این رژیم رو عقب نشون با آتش، ایستادگی و کوتاه نیامدن و همون شعار سرخم قدقن و گول تمامی تبلیغات مسموم و آلوده‌ای که چه در داخل کشور و چه در خارج کشور داره میشه، چه طرف استاد‌طلبان ریزشی، چه از طرف بقای ساواکشنا و چه طرف استعمارگران، اثر گول مردم، گول این حرفا رو نخوره. اینا خوابایی هستش که کنار خواهد رفت و اون چی که میمونه حقانیت مردم ایران که 100 سال مبارزه ادامه داشته و انشالله امید خدا در پایانش هستیم برای سرنگونی یک دیکتاتوری دیگه و ایجاد یک ایران آزاد و آباد. بله، خیلی ممنونم از شما آقای شمیرانی از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین و در این گفتگو همراهمون بودین. منم تشکر میکنم از شما، وقت شما بخیر. خیلی ممنون، خدا نگهدار. خدا حافظ.